شرایط و مراحل تغییر مرجع تقلید چگونه است؟ آیا می توان مرجع مورد نظر فردی تغییر کند؟ عدول از مجتهد زنده به یک مجتهد زنده دیگه جایز نمیدونن حضرت آیت الله العظمى شیرازی، مگر اینکه مرجعی اعلم از مرجع خودمون پیدا کنیم، یا اینکه تقلید اولیه ما روی ضوابط نبوده. ببینید، برای اینکه انسان مرجع تقلید انتخاب کنه، اول بایستی اگه خودش اهل فنه خودش تشخیص بده احراز اعلمیت. وقت میگم نه، احراز اعلمیت نشده، من خواهرم مقلد این مرجع بوده، منم دیگه حالا رفتم شدم، من پدرم مقلد این مرجع بوده، اینها مسائلی است که روی ضوابط نبوده. بعد همه قوم و خشا اینجوری گفتم، اون که اهل فنم نیستن، اونا اصلا اهل فن نیستن، منم رفتم تقلید کردم، اینها در این جور موارد روی ضوابط نبوده. الان میشه با احراز اعلمیت یک مرجع دیگه عدول کرد، اما اگر روز اول ضوابط رو رعایت کردند، الان دیگه جایز نیست، مگر اینکه اعلم از این پیدا کنند.